نمایشگاه جدیدی در اورشلیم یک سده از تحول مد در اسرائیل رو به نمایش گذاشته. این نمایشگاه به عنوان بیانیه مد رمزگشایی لباس‌های اسرائیلی مصادف شده با 70مین سالگرد تولد اسرائیل. نمایشگاه شامل بیش از 150 جامه از طراحان مختلف اسرائیلیه که از اواخر قرن 19 میلادی تا به امروز طراحی شدن. لباس‌هایی که در موزه اسرائیل اورشلیم به نمایش گذاشته شدند همه زیبا هستند و هم نکاتی دارند که آنها را قابل توجه می کنند. این لباس‌ها در نمایشگاه جدیدی با عنوان بیانیه مد رمزگشایی لباس‌های اسرائیلی به نمایش درآمدند. بیش از 150 لباس از طراحان اسرائیلی از اواخر قرن 19 گرفته تا به امروز در اینجا عرضه شده است. افراد اسف شپیرا مسئول نمایشگاه است. It covers a period of about 100 years, not in a chronological historical way, but نمایشگاه یه دوره 100 ساله رو پوشش میده. به ترتیب تاریخی نیست، بلکه بیشتر به ایده و الهام و چیزهای مختلفی که روی طراحا تاثیر گذاشتن نگاه میکنه. با دیدن این لباس ها میتونید لحظه های تاریخی و رویدادهای مهم در زندگی اسرائیل رو دنبال کنید. Important moments in the life of Israel. اسف شپیرا میگوید مد اسرائیلی ترکیب منحصر به فردی از سبک‌های مختلف است. And is inspired by the encounters that are possible only in this place. از چیزهای الهام گرفته که تنها در این سرزمین امکانش است. برخورد بین فرهنگ‌ها، ایدئولوژی‌ها، برخورد‌های محلی و جهانی. اینا چیزایی هستن که تنها در اینجا میتونه پیش بیاد. بخشی از نمایشگاه با عنوان سرزمین مقدس شامل 4 قلم لباس از طراحان اسرائیلی است که در آنها از نقش چفیه روسری‌های 4 خانه که نماد وطن پرستی فلسطینی هاست استفاده شده. به گفته خانم اسف شپیرا، یک پیراهن توسط طراح مد راجی بن جوزف به دنبال جنگ 1967 خاورمیانه طراحی شده به امید ارتباط بین مردم اسرائیل و فلسطین. بعضی از طرح‌ها تنها جنبه زیبایی و بعضی معنی و مفهوم دارند، معانی ملی و یا چیزهای دیگه. خانم اسف شپیرا افسود که سازمان دهندگان این نمایشگاه از طراحان عرب که ساکن اسرائیل هستند نیز خواستند تا در آن شرکت کنند، ولی همگی این پیشنهاد را رد کردند و نخواستند تا بخشی از این نمایشگاه باشند. در این نمایشگاه که تا فوریه سال 2019 ادامه خواهد داشت، 60 طراح و کمپانی مد شرکت کردند.